قرآن من شرمنده تو هم. اگر از تو آوازه مرگ ساخته هم، که ار وقت در کوچه من آوازت بلند می شود، همه از هم می پرسند چه کسی مرده هست. چه غفلت بزرگی که می پنداریم. خدا تو را برای مردگان ما نازل کرده است. قرآن من شرمنده تو هم. اگر تو را از یک نسخه عملی به یک افسانه موزنشین مبدل کرده هم، یکی ذوق می کند که تو را بر روح برنج نوشته، یکی ذوق می کند که تو را فرش کرده، یکی ذوق می کند که تو را باطلا نوشته، یکی به خود می بالد که تو را در کوچه، در کوچکترین قطع ممکن منتشر کرده. آیا واقعا خدا تو را فرستاده تا موزه سازی کنیم؟ قرآن من شرمنده تو هم. اگر حتی آنانی که تو را می خوانند و تو را می شنوند آنچنان به پایت می نشینند که خلایق به پای موسیقی های روزمره می نشینند. اگر چند آیه از تو را به یک نفس بخوانند، مستمعین فریاد می زنند احسن، گویی مسابقه نفس است. قرآن من شرمنده تو هم. اگر به یک فستیوال مبدل شده ای، حفظ کردن تو، با شماره صفحه خواندن تو از آخر به اول یک معرفت است یا یک ریکوردگیری. ای کاش آنانی که تو را حفظ کردند حفظ کنی تا این چنین تو را اسباب مسابقات هوش نکنه. خوشا به حال هر کسی که دلش رهله است برای تو. آنان که وقت تو را می خوانند چنان حظ می کنند، گویی که قرآن همین الهام به ایشان نازل شده است. آنچه ما به قرآن کرده ایم تنها بخش از اسلام است که به صلیب جهالت کشیده.